بیمارستان بود، از بیمارستان ایشون اومده بود منزل، ما رفتیم با یه جمعی از دوستان عیادتش. مادر شهیدان هم آمدن در جلسه نشستن، وقتی دیدن که بنده آمدن منزلشون، جناب آقای زین‌الدین به خانمشون گفتن که اون قصه ای که از خواهر آیت الله خامنه ای شنیدی برای آقا سعیدی هم بگو. شروع کرد مادر شهیدان زین‌الدین خانم آقای زین‌الدین برای من اون قصه رو تعریف کردن. رفقای ما یکی دوتاشون با هم حرف می زدن، آقای زین‌الدین حرف خانمش قطع کرد، رو کرد به اون آقایون، گفت آقایون شما هم گوش کنید این چیزی رو که حاج خانم میگه بشنوید. مادر شهیدان شروع کرد از اول گفتن، گفت که خواهر مقام معظم رهبری یه خواهر ناتنی دارن، الان در قم هست ایشون. شوهرشون مرحوم آقای شمس الدینی بودن، روحانی بزرگواری بودن، در دفتر آقا استخاره می گرفتن، چند وقت پیش به رحمت خدا رفتن، ولی خواهر ناتنی آیت الله خامنه‌ای در قم هستن و حضور دارن. مادر شهیدان زین الدین گفتن ما رفتیم منزل خواهر آیت الله خامنه‌ای و با این خانم صحبت کرد. این خواهر ناتنی آیت الله خامنه‌ای به مادر شهید زین الدین این جمله رو گفتن، گفتن که پدر آیت الله خامنه‌ای وقتی که ازدواج اول کردن و همسرشون از دنیا رفتن، زن دوم گرفتن. پدر آیت الله خامنه‌ای اسمشون آیت الله اسد جواد خامنه‌ای بود، در مشهد مسجد ترک ها امام جماعت بودن. این خانم یعنی دختر آیت الله اسد جواد خامنه‌ای و خواهر ناتنی آیت الله خامنه‌ای میگن وقتی که مادر ما از دنیا رفتن، پدر آیت الله خامنه‌ای مادر آیت الله خامنه‌ای رو گرفتن. وقتی که مادر رهبر معظم انقلاب حامله شدن به رهبر عزیز، زمان ولادت رهبر انقلاب که رسید، در منزل به من یعنی خواهر آیت الله خامنه‌ای خواهر ناتنی‌شون گفتن برید سراغ قابله. گفت من رفتم سراغ قابله، قابله رو آوردم منزل، حالا میخواد رهبر انقلاب متولد بشه. گفت ماها از اتاق بیرون کردن، قابله توی اتاق داشت زمینه تولد این فرزند جدید رو فراهم میکرد. گفت یه مرتبه دیدم صدای قابله بلند شد که علی نگهدارت باشه، این تعبیره. گفت ما در رو باز کردیم اومدیم تو، گفتیم چی شد؟ گفت که این آقا یعنی مقام معظم رهبری وقتی میخواست از بدن مادر خارج بشه گفت یا علی. گفت تا این کلام رو شنیدم قابله گفت علی نگهدارت باشه. این داستان رو نقل کرد، این تموم شد. چند شب پیش ببخشید روز بود، جناب آقای زین‌الدین با عده‌ای از فرماندهان سپاه که بازنشست شدن یا در آستانه بازنشستگی هستن یه جلسه‌ای برای خودشون درست کردن، اومدن دفتر تولیه دیدن بنده. در اونجا جناب آقای زین‌الدین هم با اون جمع بودن. من به جناب آقای زین‌الدین گفتم حاج آقا اون قصه ای که خواهر آیت الله خامنه‌ای برای خانواده شما گفتن برای این جمع بگید. ایشون هم رو کردن به این جمع برادران سپاهی، گفتن سعیدی میگه که من اون قصه رو برای شما بگم. این قصه رو ایشون اونجا گفت. فرمانده لشکر علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، جناب آقای سردار مهدوی نژاد، گفتن آدرس ایشون رو به ما بدید تا ما اینو ضبط کنیم. مردم
رهبر شما کسی است که با ورودش یا علی گفت و در طول زندگی یا علی گفت و تو حزب اللهی باید تا ابد پشت سر این رهبر یا علی بگویی. ما رو قدردان این نعمت ولایت و رهبری قرار بده. در داخل نظام جمهوری اسلامی شکاف ایجاد شده است، حاکمیت دوگانه شده است، رئیس جمهور حرف رهبری رو گوش نکرده است، از این حرفهای سست و بیپایه پر کردن دستگاه‌های تبلیغاتی خودشون رو. ببینید چطور منتظر بهان. رئیس جمهور حرف رهبری رو گوش نکرده است. رئیس جمهور ما هم که به حمد الله پر انرژی و خستگی نشناس، حقا مصادقی حرف تو با برم شو تو آقابت زندگی ما دادی به باد دادی به باد. به حمد الله پر انرژی هم هستن خدا رو شو. ما به پای ایشون دویدنم خیلی سخته. من میرم از زندگی تو بیرون، یاد باشه خونم و کردی بیرون، خونم و کردی بیرون. هیچ شبانه روزی نیست که دعا نکنم با آقای رئیس جمهور. بله دیگه، ما چون هنوز تو همون عوالم قبلی هستیم، خیلی هنوز وارد این عوالم جدید نشد. خشو یخچال همه را فروخته است. 8 سالم آیل هستم. گرسنه‌ام، به خدا گرسنه شکمم نیستم، گرسنه شکم زن بچه‌مم، گرسنه آبرومم. ما چی در حق اینا بدی کردیم؟ اینا مملکت حفظ کردن که آقایان الله هر کدومشون به کرسی به اونشان اونجا نشستن و حقوق اونشانی دارن میگیرن. من چقدر به دخترم دروغ بگم؟ من چقدر به پسرم دروغ بگم؟ دادرسی همینه، آزادی به همینه. من شب شده که بچه‌م به خاطر 2 تومن 25 تا بلیت خط واحد مدرسه نرفته. بابا جان من 4 تا بچه دارم الان بزرگ، 25 سال از جوان دارم، خجالت میگیرم. اونایی که به خاطر نداشتن این کارخونه حقوق نگرفتن از بین رفتن با چقدر پول میتونن جبران کنن؟ هودی بیان بریم دارن سوزه جمع میکنن. ای هودی ببین چه خبره اینجا. خورده دنیای فقر
بود.